پیش از اینکه به موضوعی در مورد ایران بپردازیم که بحث اصلی ما خواهد بود، آقای دکتر مصطفی و آقای دکتر صدارت نظرتون رو در مورد این تغییراتی که در دولت آقای ترامپ و مسئله کره شمالی، آمدن آقای پومپئو و اینها می‌بینیم رو چگونه است؟ از آقای دکتر مصطفی آغاز می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که با توجه به مواضعی که دو فرد جدید که وارد دولت آقای ترامپ شدن، یعنی آقای پومپئو و آقای بولتون، خصوص ایران و خصوص برجام ابراز شده، می توانیم بگیم که سیاست دولت آقای ترامپ به یک سیاست تندتری نسبت به ایران منتهی خواهد شد. البته من همینجا یادآوری می کنم که بسیاری از این سیاستمدارا هستن وقتی که در خارج قدرت هستن یک صحبت‌هایی می کنن و وقتی که به قدرت می رسن ممکنه صحبت‌های دیگری بکنن. این چیز جدیدی نیست و در مورد این دو تن هم صدق می کنه. آقای بولتون خیلی نزدیکی داره به سازمان مجاهدین خلق و با اونها همکاری میکرده، از اونها پول میگرفته و هنوز هم شاید میگیره، نمیدونم. و اینها مواضعشون حتی تا جایی بود که نه تنها مخالف برجام بودن ولی حتی میگفتن که باید رژیم رو تغییر داد. سوالی که شما مطرح کردید، چه شکلی باید رژیم رو تغییر داد، اینها باید بیان عنوان کنن. ولی به هر حال آقای ترامپ از آقای تیلرسون که میتونستیم بگیم که فرد عاقل دولت آقای ترامپ بود راضی نبود و علت اصلیش هم اختلافی بود که بایشون بر سر مسئله ایران داشت. 22 اردیبهشت ماه یعنی 12 ماه می آقای ترامپ باید تصمیم گیری بکنه در مورد برجام که بعدا بهش خواهیم رسید، خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این سیاست ها به کدوم سمت و سو پیش خواهد برد. سپاسگزارم. آقای دکتر اگه شما هم نظری داریم بفرمایید. بله، یک یادآوری لازم هستش که ما بکنیم به خودمون و ببینیم که چرا این سرنوشتی که الان داریم رو داریم در رابطه با سوالی که جناب عالی آقای گوهرزاد الان مطرح کرد. ببینید، ما در سال 1332 یک حداقل لازمی از مردم در صحنه ساختن سرنوشت خودشون حاضر نبودن. در نتیجه سرنوشت ما آن شد که شد متاسفانه و انجامید به اینی که الان هستیم. در اون موقع دو تا برادران با اسم فامیل دالس، یکی در مقام ریاست CIA، یکی هم در مقام وزارت امور خارجه، اینا از وکلای تراز اولی بودن که بیشتر کمپانی‌های نفتی موکلینشون بودن. اونها مصدر کار قرار گرفتن و در کاخ سفیدم که شخصی بود که برعکس به اصطلاح حکومت قبلی موافق رژیم چنج بود، تغییر رژیم بود با این اسمی که الان مطرح شده خیلی. این رژیم چنجی رو که میگن هیچگاه از دید سلطه‌گر به نفع ایران نیست، به نفع مردم ایران نیست، برای احقاق حقوق مردم ایران نیست. و الان هم میبینیم که متاسفانه آقای ترامپ کسایی رو دور و بر خودش جمع کرده که اونها هم همون سودا رو در سر میپرورانن. یعنی چی؟ یعنی منافع ملی خودشون رو هزارها مایل اونورتر به هر وسیله‌ای که شده برای خودشون تأمین کنن. اون وقت اون موقع ما حداقل لازم رو در اختیار نداشتیم متاسفانه در صحنه، ولی الان این بستگی به ما داره، بستگی به من، به شما بیننده و شنونده عزیز این برنامه داره که مایل باشیم که سرنوشت خوب و خوبتری رو داشته باشیم یا نه. و در این صورت اگر که در میدان ساختن سرنوشت خودمون باشیم، به افکار عمومی ایران، به افکار عمومی منطقه، به افکار عمومی دنیا و به خصوص در مورد سوال شما افکار عمومی امریکا میتونیم ثابت بکنیم که ما نمیپذیریم دخالت امریکا رو در کشورمون ایران. سپاسگزارم. آقای دکتر برویم با آقای دکتر مصطفی صحبت کنیم. الان مسئله‌ای که در هفته گذشته مطرح بوده، آقای دکتر مصطفی، آمدن آقای مکرون به امریکا، سخنرانیش پشت درهای بسته و در برابر خبرنگاران و سپس در کنگره، سه سخنرانی یا سه گفتگوی کاملا متفاوت ارائه داد آقای مکرون. بعد خانم انگلا مرکل آمد و خانم انگلا مرکل هم دیدگاه خودش داد.
اصل پیوند تمام این دیدارها در هفته گذشته مسئله این بود که برجام چه خواهد شد. آقای مکرون و خانم مرکل در یک نقطه با یکدیگر مشترک نظرشون است که برجام کامل نبوده و باید اون رو اصلاح کرد، کامل کرد، بیشترش کرد و دست ایران رو هم نباید باز گذاشت در منطقه. این آقای مکرون و خانم مرکل به نگه داشتن برجام باور دارن. آقای ترامپ تلاشش این است که در 12 می برجام رو امضا نمی‌کنه و به این ترتیب قصد خروج از برجام رو داره. می‌خواستم تحلیل شما رو آقای دکتر، ما در این سال‌ها همواره در زمینه برجام با شما به گفتگو نشستیم. این شرایط کنونی آمدن آقای مکرون و خانم مرکل و دیدگاه‌هایی که داره مطرح میشه، این اختلاف دیدگاه نسبت به مسئله برجام از قبل بین آقای ترامپ و اروپا وجود داشت و یک بار هم در این باره صحبت کردیم و اگر خاطرتون باشه گفتم که آقای مکرون میخواد یک نقش مهم بازی کنه و میخواد بازیگر اصلی اروپا باشه، به خاطر اینکه انگلیس به خاطر بیرون رفتن از اروپا و خانم مرکل به خاطر اینکه هنوز دولتشو خوب تشکیل نداده بود و به یک مقداری ضعیف شده در آلمان، مکرون با توجه به رأی بالایی که در فرانسه آورد و در مجلس فرانسه هم رأی بالایی داره میخواد فرانسه رو بکنه صدای اروپا. ایشون با 4 شرط به آمریکا اومده درباره برجام که آقای ترامپ رو قانع بکنه که از برجام خارج نشه، ولی ایران رو مجبور کنند درباره 4 مسئله صحبت بشه، مذاکره بشه و یک دور مذاکرات جدید صورت بگیره. مسئله اول این که برجام به خوبی صورت بگیره، انجام بشه. دوم این که غروب برجام مسئلهش حل بشه، یعنی از سال 2025 به بعد ایران در مورد سیاست هسته‌ایش باید باز هم به کنترلش ادامه داد. سوم این که درباره موشک‌های سیاست موشک‌های بالیستیک ایران باید با ایران مذاکره بشه. چهارم این که درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران از یمن و عراق و سوریه و لبنان با ایران یک سری مذاکرات بشه. خب این 4 مسئله رو با آقای ترامپ مطرح کرد، ولی اینطوری که خود آقای مکرون گفته به نظر میاد آقای ترامپ قانع نشده که از برجام بیرون نره. البته ما هنوز 100% نمیدونیم، من گزینه‌های مختلفش رو بحث خواهم کرد، ولی از دید من اون چی که مهمه این که برای ایران چه فرقی داره این دو سیاست، چه در برجام غربی‌ها باقی بمونند و بخوان یک سری مذاکرات جدید رو شروع کنن روی اون 4 پایه‌ای که الان خدمتون گفتم، چه این که در برجام باقی نمونن و بخوان یک مذاکرات جدیدی بکنن درباره همه چیز. از دید دولت ایران این کوچکترین تفاوتی با هم نداره، یعنی برخورد آقای مکرون و برخورد آقای ترامپ در روش با هم اختلاف داره، ولی در هدف با هم اتحاد دارند اینها و برای ایران خب راه‌حل‌های ایران، گزینه‌های ایران رو بررسی خواهم کرد در دور بعد، ولی هیچ تفاوتی برای ایران نداره که برجام رو نگه دارن مذاکرات جدیدی رو اون 4 مسئله بکنن یا اینکه برجام رو نگه ندارن مذاکرات رو بکنن، و این یک مسئله اساسی است. چرا مسئله اساسی است؟ برای اینکه برجام در واقع یک تسلیم نامه‌ای بود که دولت ایران امضا کرد، آقای خامنه‌ای برای اینکه به این نتیجه رسیده بود دیگه نمیتونه ادامه بده و گمان میکرد که بتونه مقداری از تحریم‌ها رو بکاهه تا اینکه بتونه به ثبات رژیمش کمک بکنه، و این همین صحبت رو که من بارها تکرار کردم آقای عراقچی هفته قبل گفتن. آقای عراقچی در صحبتاشون گفتن که کسانی که فکر میکردن که برجام باید نتایج دیگه‌ای داشته باشه و روابط با آمریکا خوب بشه، با غرب خوب بشه، اونها در اشتباه بودن. ما اون چه که از برجام میخواستیم اینکه غربی‌ها حق ما رو به رسمیت بشناسن و ما تا حدودی از این تحریم‌ها بیاسیم. خب وقتی که یک همچین قرارداد و همچین تسلیمی رو پذیرفتن،
اون دو گروهی که امید بسته بودن به برجام، یعنی در واقع به روح برجام، رویایشون بود. رویایشون دو واقعیت مهم رو در نظر نگرفته بود. یک واقعیت بزرگ، آقای خامنه‌ای، ساختار مافیای این نظام، سپاه پاسدار و سیاست بحران سازی و بحران دوستی و بحران بازی این نظام بود. گمان میکردن که آقای خامنه‌ای راضی شده و میخواد همه مسائل حل بشه، گشایش با غرب و گشایش در داخل به وجود بیاد، که نبود. و دومین واقعیتی که ندیده بودن این بود که گمان میکردن که آقای اوباما جانشینش خانم کلینتون خواهد شد یا جانشینش کسی خواهد شد که این سیاست رو ادامه خواهد داد. با توجه به وجود آقای خامنه‌ای و سیاست خامنه‌ای و با توجه به آقای ترامپ و سیاست آقای ترامپ، اون رویا شکسته، واقعیت‌ها خودشون رو تحمیل کردن و نتیجهش این شده که ایران در یک وضعیت بسیار بدیه. تا همین امروز که آمریکا تحریم‌های بسیار شدیدی خارج از برجام انجام میده، همه از دید اونها قانونی است، یعنی ایران کوچکترین شکایتی نمیتواند نسبت به سیاست‌های آمریکا انجام بده و این نتیجه این که برای مسئله هسته‌ای اینها نخواستن راه حل واقعی را دنبالش برن و به جای اینکه واقعیت‌ها رو به ملت بگن و تسلیم ملت بشن، ترجیح دادن که موقتاً تسلیم غرب بشن. حالا به گزینه‌هایی که برای ایران و موجوده و با آقای ترامپ موجوده بعداً خواهم رسید. سپاسگزارم. آقای دکتر صدارت، داشتین آقای دکتر مصطفی به شرایط ایران اشاره می‌کردن که اصلا در برجام براشون چی آورده و یه چگونه است. اگه ممکنه شما اصلا یک دید کلی به ما بدین از شرایط امروز ایران، یه تحلیل کلی و کوتاه در مورد شرایط ایران بدیم که این شرایطی که تعیین کننده است، یعنی آدم یه زمانی در برابر یه تحریم رو میپذیره نمیپذیره، توافق رو میپذیره، همه بستگی به شرایط داخلی و شرایط کنونی اون کشور از دیدگاه مختلف داره. بله، عرض کنم که ریشه و اساس اشکالاتی که وجود داره در کشور ما اینه که دولت در مجموعه خود در مقابل ملت قرار داره، یعنی پایگاه مردمی نداره. این چیزی هم نیستش که مربوط به دیروز و پریروز و پارسال باشه، برمیگرده به ماهای اول بعد از انقلاب. به زودی مردم فهمیدن که آقای خمینی اون تعهداتی که در مورد به اصطلاح تغییراتی که میخواست در ایران انجام بشه رو در 20 مورد، البته 20مش که اعدام بود و نپذیرفت، گفت بریم ایران ببینیم چطور میشه، اون 19 مورد رو که اعلام کرد در مقابل افکار عمومی ایران و در دنیا انجام نداد و اومد گفت به راحتی باید قلمها رو میشکستیم، دارها میافراختیم و غیر ذلک. و به زودی مردم فهمیدن که نه، این اون چیزی رو که فکر میکردن نیست و تصمیم گرفتن مردم که به برگردن باز دوباره به کیا، به مصدقی ها، یعنی طرفداران خط استقلال و آزادی. اون طرفداران خط استقلال و آزادی بدیلی هستند که همیشه ظرف چندین دهه وقتی که قدرت، چه قدرت شاهنشاهی چه قدرت ولایت فقیهی، گیر میکنه، رجوع میکنه به مردم. در مورد دولت یا حکومت موقت آقای بازرگان چنین نمادی را داشت. وقتی که انتخابات انجام شد، اکثریت مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم، به کسانی که به هر حال وجهه مصدقی داشتن لااقل در ظاهر رأی دادن و بعد در آنچه که منجر شد به کودتای خرداد 1360، متاسفانه یک عده قلیلی که شاید به گفته خود اینها 4-5% بیشتر نباشن، انان امور رو در دست گرفتن تا امروزی که ما الان داریم با شما صحبت میکنیم. یعنی در واقع یک اقلیت 4-5% به گفته خود همینها، مثلا آقای قالیباف در مناظرات تلویزیونی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری همین اردیبهشت سال پیش این رو اعتراف کرد. خب حالا پس بخوام جواب سوال شما رو مشخص بدم با این مقدمه، یک به اصطلاح حد اقلی، یک 4-5-6 بگو 10% از ایرانی ها هستن که قدرت رو در دست دارن، رانتخارن، فاسدن، وابستن، بیلیاقتن، بیکفایتن و به هر جا دست میزنن جز خرابی بار نمیارن. هر جا دست میزنن به جز خرابی به بار نیاوردن. خب حالا مردم اومدن دیدن که خب بیایم حالا اصلاح طلبی بکنیم. آقای خاتمی دو دوره
بعدا خودش اعلام کرد تدارکات چی. بعد گفتیم که اصولگرا، بسیار خوب، آقای احمدی نژاد آمد دو دوره، دیدیم که فاسدترین دولت ها شد و حالا آقای روحانی رو در دور دوم هم انتخاب شد و باز دوباره ما، حالا ما که اشتباس، ولی عده ای از مردم خود را زندانی کردن بین انتخاب، بین انتخاب که نیست، در زندان بد و بدتر و گفتن آقای جلیلی نشه آقای روحانی بشه، آقای رئیسی نشه آقای روحانی بشه. الان دیدیم که بسیار واضح، بسیار روشن در تظاهرات، در شعارهایی که مردم در خیابانها میدن، میگن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یعنی چی؟ خلاصه بگم، دردی است برای این رژیم، دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم این درد را دوا کن. این درد، این درد اقتدار، این درد خشونت، این درد زورپرستی، قدرتمداری درمان نداره به غیر از گذار از این رژیم، و مردم این رو فهمیدن و بر اساس اون اومدن بیرون و فریاد میزنن، میگن بیا بیرون هموطن، حق تو فریاد بزن. سپاسگزارم آقای دکتر. برویم باز به سوی آقای دکتر مصطفوی و گزینه‌هایی که در فردای بودن یا نبودن برجام پیش روس رو بیشتر با هم مرور کنیم. آقای دکتر، 12 ماه می خواهد رسید و حالا تا اینجا که آقای ترامپ امضا نخواهد کرد، ولی فرض کنیم که کاری نکنه و قرار بشه که فقط یه تغییراتی داده بشه، در مجموع نگاه شما به گزینه‌ها که فرمودین اشاره خواهیم کرد چیست؟ اول خدمتتون عرض کنم که ببینیم آقای ترامپ چه کارهایی میتونه بکنه. بله. یک، این که میتونن ایشون در برجام باقی بمونن، یعنی بگن که من حرف اروپایی ها رو شنیدم، پیامشون رو شنیدم، و ولی اروپایی ها باید مذاکره بکنن در مورد اون مواردی که گفتن و ایران رو باید راضی کنن به مذاکره. پس این میتونه انتخاب و گزینه اول باشه، یعنی همون حدوداً گزینه‌ای که آقای مکرون مطرح کرده، انگلستان از این گزینه دفاع کرده و آلمان هم تلویحاً بدونی کن چهار مورد رو نام ببره از این گزینه دفاع کرد. گزینه دوم این هستش از طرف آقای ترامپ که بگه من از برجام میام بیرون، برای اینکه این برجام رو ساختار و توافق درستی نمیدونم برای امریکا، جزء منافع امریکا نیست، تأمین نمیکنه منافع امریکا، و من نمیخوام وابسته باشم به توافقی که ممکنه به ضرر امریکا باشه، اما تحریم های جدیدی رو وضع نمی کنم. اون تحریم هایی که بیرون اومدن از برجام باعث میشه، مثل تحریم نفت و گاز ایران و تحریم بانک مرکزی ایران، اینها رو انجام نمیدم. خب این میتونه گزینه دوم ایشون باشه. گزینه سوم ایشون این میتونه باشه که از برجام بیرون میام و تحریم ها رو، یعنی تحریم نفت و گاز رو از سر میگیرم و همینطور بانک مرکزی ایران رو. در مورد گزینه سوم، گمان من بر این نیستش که اروپا زیر بار این تحریم بره، و آمریکا خب به هر حال الان هم نفت رو تحریم کرده، هم نفتی نمیخره، هم گازی نمیخره، هم خود صنایع امریکایی با ایران معامله نمیتونن بکنن. نمونه بزرگش معامله بوئینگ بود که مطرح شده بود ولی عملا از بین رفته و همچین چیزی دیگه وجود نداره. ولی خب این سه گزینه، ایران در مقابلش چه میتونه واکنش هایی داشته باشه؟ ایران سه مسئله رو مطرح کرده، چه فرض کنیم که گفته که من به هیچ وجه زیر بار مذاکرات جدید نمیرم، این رو مقامات مختلف ایرانی، آقای روحانی گفته، برجام نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، این رو مطرح کرده. و گزینه های دیگه که مطرح شده این استش که، اول درباره همین گزینه صحبت کنم که بگه من نمیرم زیر بارش، ولی اروپا زیر فشار قرار میگیره، حتی اگر آقای ترامپ از برجام نیاد بیرون، ما وارد یک دوره جدیدی میشیم، و اینکه اروپا
میره در فشار آوردن به ایران برای مذاکره کردن روی مسائل جدید، و اگر ایران زیر بار این مذاکرات نره براش بسیار گرونتر تمام خواهد شد. کار دومی که ایرانی ها گفتن میخوان انجام بدن این هستش که غنی‌سازی رو پی بگیرن. خب اگر غنی‌سازی رو پی بگیرن، اروپایی ها مجبور میشن تحریم ها رو ادامه بدن، برای اینکه عملا ایران از برجام اومده بیرون با غنی‌سازی رو پیگیری کردن طبق اون چیزایی که خودشون میخوان. مقامات ایرانی اعلام کردن که میتونن غنی‌سازی رو آنچنان با سرعت پیگیری بکنن که جهان تعجب بکنه، و صحبت از غنی‌سازی 20% میکنن. و بالاخره سومین انتخابی که دارن این که نه تنها غنی‌سازی رو ادامه بدن، بلکه از NPT یعنی قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم بیان بیرون. خب چه مورد غنی‌سازی چه مورد NPT باعث میشه که اروپا کاملا دیگه با ایران رابطه و کادر برجام رو شکسته بدونه و از معاملاتش دست بکشه. خب حالا ایران به چه مناسبت به این گزینه‌ها دست میزنه، یعنی گزینه میتونه دست بزنه و میخواد دست بزنه، گزینه از برجام بیرون اومدن و غنی‌سازی و NPT از NPT بیرون اومدن. سیاستی که فعلا ایرانی‌ها رژیم، وقتی میگیم ایران، رژیم ایران داره دنبال میکنه این هستش که هر چه بیشتر به روس‌ها نزدیک بشه، و این نزدیکی به روس‌ها عملا وقتی که حتی وزیر آموزش پرورش از این صحبت میکنه که زبان روسی هم در ایران تدریس بشه و به عنوان چرا که نه از این صحبت ها میکنن، یعنی اینها دارن دنبال این خط و ربط هستن که به روس‌ها نزدیک بشن، و این برای رژیم ایران البته در کوتاه مدت امکان داره، ولی اون چیزی که واضح هست این که اقتصاد ایران با اقتصاد روسیه تطابق نداره، یعنی نیازهای اقتصاد ایران رو روس‌ها نمیتونن تأمین بکنن. آقای دکتر اجازه بدید اینو همینجا نگه داریم، چون بخوایم وارد مسئله اقتصاد زیادتر بشیم بحث رو خواهد برد به جای. اجازه بدید یه پرسشی رو من از آقای دکتر صدارت مطرح کنم، و اون است که شما هم در گفتگوتون در همین آغاز برنامه به اشاره کردین، در گفتگوهایی هم که همواره با شما داشتیم شما به بحران‌های متفاوتی که جمهوری اسلامی از آغاز کار خودش تا به امروز خودش آفریده، به نظر میرسه که یک حکومتی، شما بهش اشاره کردی، بحران سازی و بحران دوستی. من از آقای دکتر صدارت پرسیدم این است که آیا واقعا این رژیم به بحران نیاز داره، و اگر نیاز داره به چه نوع بحران هایی نیاز داره که این گونه این چرخ بحران سازی جمهوری اسلامی همواره در حال تولیده؟ بحران نیاز داره، در تایید فرمایش های دکتر مصطفوی که این بحران آخری رو راجبش به خوبی صحبت کردن، برای هموطنان جوان یک توضیح رو عرض میکنم که این بحران ها، بحران های کلان رو میگم، فقط بحران های کوچک رو که مفصل و فراوان بوده، بحران های کلان، یکی گروگانگیری رو اینا در بدترین نوع راه حل تمامش کردن بعد از 444 روز. بحران اول. بحران دوم جنگ. جنگی که میتونست در خرداد 1360 تموم بشه رو اینا ادامه دادن با کودتایی که بر علیه اولین منتخب تاریخ مردم ایران، آقای ابوالحسن بنی صدر، این رژیم انجام داد. قرار بود هیئت غیر متعهدها بیان به ایران و صلح صدام رو پذیرفته بودن. قرار بود عربستان و کشورهای خلیج میلیاردها دلار جبران بکنن صدمات جنگ رو، ولی اینا میدونستن اگر که این بحران حل بشه اون وقت هیچ بهانه‌ای ندارن واسه اینی که بگن اگر ما نباشیم اون وقت چطور میشه عراق حمله میکنه و میاد تهران رو میگیره. کمان که گفتن اگر که ما نباشیم این لانه جاسوسی رو تسخیر نکنیم، آمریکا میاد کودتای از 1932 رو دوباره انجام میده. این دوتا بحران. بحران سوم بحران اتمی، بحران به اصطلاح انرژی هسته‌ای و اسلحه اتمی. خب این احتیاج داره،
از سال 2002 اگر که اشتباه نکنم اینا ساختن اسلحه اتمی رو اصلا قطع کردن برنامه‌شو، ولی احتیاج دارن که به مردم رجوع نکنن، احتیاج دارن که در ظاهر ستیز و در باطن سازش بکنن با قدرت که اون وقت سر کار بمونن و به بهانه اون مردم رو سرکوب بکنن. خب این سه تا بحران به این ترتیب در بدترین وضع تموم شده. بحران چهارمی که اینا دلشون میخواست درست بکنن و ببینید هرچی هم که میگذره اولا مجبورن در شرایط بسیار بدتری از بحران قبلی مسئله رو حل بکنن و ثانیاً توانشون در بحران سازی کمتر شده. اون قدرتی رو که داشتن گروگان اصلا دنیا به هم ریخت، مسئله جنگ ادامه دادن جنگ عراق اصلا منطقه رو به هم ریخت، ولی این آخری رو دیگه واقعا اون توان و اون به اصطلاح قدرت و بنیه رو نداشتن که به این شکل ادامه بدن و با شکست بدتری با یک ترکمنچای و بدتر از ترکمنچای قرارداد وین است. چون نمیگن قرارداد برای این که اون شرایط خاص خودشو داره و گفتن برجام. دیدیم که هر سه قوه انداختن تقصیر هم دیگه، قوه مجریه مینداخت تقصیر قوه مقننه، قوه مقننه میداد به اون یکی و اون یکی هم میگفت نه خیر رهبر گفته. حالا چهارمی رو موندن توش، باز برمیگرده به ما مردم که آیا بپذیریم که بترسیم از نبود این رژیم، آیا نبودن این رژیم ترسناکه و این سپاه قدس و سپاه بازداران بسیج هستش که کشور ما رو امن و یک پارچه نگه داشته، و درست برعکسه. واقعیت درست برعکسه هموطنان عزیز من. واقعیت این هستش که تا وقتی که اینها سر کار هستن هر یک روزی که به حیات رژیم ولایت مطلقه فقیه اضافه میشه یک روز ما نزدیکتر میشیم به سرنوشت سوریه‌ای رو پیدا کردن. آیه تو اینا همینجا نگه دارین چون به این خواهیم پرداخت. آیه دکتر مصطفی شما هم وارد برنامه بحران ها اشاره کردین، همین موضوعی که هم اکنون شما رو مسئله اقتصاد بردین شاید از بحران هایی است که جمهوری اسلامی نتیجه بحران های دیگری است که در این 40 سال داشته و همواره داره در اون دست و پا میزنه. اگر ممکنه این رو بیشتر باز کنید حالا تا ببینیم که بریم روز در پرسش بعدی ببینیم که اینجور که آقای دکتر صدارت میگن به این ترتیب به مسئله فروپاشی نظام چگونه خواهد بود، چه چیزی در پیش روی مردم خواهد بود. در خدمت شما هست. ببینید به عنوان مثال درباره همین مسئله هستی و دوره‌ای که تحریم ها بر ایران حاکم شد گفته میشه که ایران یک چیزی حدود 20 یا 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، هزینه کرده برای سیاست های هستش که همه اینها رو شامل میشه، از راکتور آب سنگین، از سانتریفیوژها، از فوردو و از کارهای دیگهی که حول این مسئله کردن. اون چیزی که اقتصاددان ها در مورد تحریم ها هزینه‌ای که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وارد آورده در طی 10 سال محاسبه کردند بین 700 میلیارد دلار تا 2000 میلیارد دلار این محاسبه میشه. شما وقتی که این محاسبات رو می‌کنن دیگه باید موارد مختلف رو در نظر گرفت. شما همین خروج نخبه‌ها رو شما در نظر بگیرید از ایران که میگن سالی 150 هزار تا خارج میشه، ببینید چقدر زیاد هست. هر روز با من تماس میگیرن از داخل ایران جوانهای با استعداد، جوانهایی که واقعا هر کشوری که اینها رو داشته باشه باید بهشون افتخار بکنه، از اونها استفاده بکنه و اینها میخوان از ایران متاسفانه بیان بیرون. همین دیروز در یک مطلبی میدیدم در فیسبوک که یک جوان کرد ایرانی در خوزستان با اینکه دکترای آب داره، دکترای زمین شناسی داره، به شغل جارو مجبور شده شغل جاروزنی رو بپذیره برای که به خانواده داره و به خانواده رسیدگی بکنه. این هزینه ها بسیار بسیار زیاده. متاسفانه وقتی که صحبت از هزینه ها میشه و برخی صحبت میکنن و میگن که نباید هزینه بدیم، هزینه رو باید کم کنیم، بیشتر یاد از این میکنن که مثلا در مبارزه با این رژیم خدای نکرده کشته ها زیاد نباشه. ولی اگر شما کل این هزینه های که متراکم شده، اینها
متکاثر شده در طی این مدت در نظر بگیرید، ببینید چقدر زندگی ها از دست رفته، چه خانواده ها از بین رفته، چه اقتصاد های فروپاشی کرده. الان شما نگاه کنید، کارگران ایرانی، دهقانان ایرانی، زنان ایرانی، جوانان و دانشجویان ایرانی همه به نوعی معترض هستند به وضعیتی که الان درش به سر میبریم. خب این وضعیت ناشی از چیست؟ ناشی از رژیمی است که همینطور که آقای دکتر صدارت گفتن مجبوره یک عده بیکفایت، یک عده بیلیاقت رو سر کار بگذاره و استعدادها و نخبه های کشور و اونهایی که کفایت و لیاقت اداره جامعه رو دارن اونها از ایران برن بیرون. خب در یک همچین وضعیتی اینها مجبورن هر روز برای سرکوب قدرت رو بیش از پیش بدن به سپاه پاسداران و سپاه پاسداران قدرت رو هر روز از قبل بیشتر در دست خودش بگیره. چنان که همین روزهایی که با هم داریم صحبت میکنیم در داخل ایران صحبت میشه که آقای خامنه‌ای واقعا میخواد مجتبی خامنه‌ای رو به جانشینی خودش بگذاره و سپاه پاسدار و تنها وسیلش برای این کار سپاه پاسداره، برای که اکثریت روحانیت سنتی ایران همون مراجعی که در شهرهای مختلف اصفهان و قم و مشهد وجود دارن اونها دنبال طرح‌های دیگه هستن، مثل طرح شورای رهبری، مثل طرح کم کردن قدرت ولی فقیه و چیزهای دیگه. ولی اینها نمیخوان ول کنن، برای اینکه همینطوری که یکی از این روحانیون اعلام کرده اگر مردم به پا خیزن همه ما رو به دریا خواهند انداخت. جوادی آملی، آقای جوادی آملی گفتن که آقای جوادی آملی گفتن گفتن ما جایی برای رفتن نداریم، ها ول کن نیستن. پس یک عامل همینطور که آقای دکتر صدارت گفتن یک عامل کننده وضعیت رو بهبود بده و اون اینکه این اعتراض ها، این اعتصاب ها، این جنبش های منطقی کوچک در شهرهای مختلف ایران اینها دست به دست هم بتونه بده که بشه یک با یک جنبش همبسته مردم ایران وارد صحنه سیاسی بشن، نه اجازه بدن قدرت های خارجی کشور رو شیرازش رو از هم بپاشن، نه اجازه بدن که این روحانیت حاکم فاسد جنایتکار به کار خودش ادامه بده. سپاسگزارم آقای دکتر. چون به موضوع فروپاشی نظام این بحثی است که مطرح است و هم شما آقای دکتر صدارت به گونه‌ای بهش اشاره کردین، آقای دکتر مصطفی هم الان اشاره کردن، چه سناریوهای متفاوتی رو در فروپاشی نظام می‌بینیم و نقش مردم رو چگونه می‌بینیم که بی‌تردید یکی از این مسائل میتونه دخالت خارجی باشه که نقش خشونت‌زای شکل متفاوتی رو میتونه ایجاد کنه. گرچه جمهوری اسلامی همواره در نقش خودش در برابر مردم سرکوب و خشونت داره، ولی میخواستم اگر ممکنه چند دقیقه شما بفرمایید، چند دقیقه آقای دکتر صدارت و به پایان برنامه نزدیک بشیم. بله، عرض کنم که سوال بسیار مهمی است این قضیه و در ابتدای جوابم به این سوال جناب علی این رو مطرح میکنم که فرقی نمیکنه که چه سناریویی، چه حادثه‌ای پیش بیاد، وقتی که ما مردم ببینید اینطور نیستش که ما مردم نقش نداشته باشیم در اتفاقاتی که میفته. این رو اگر که بپذیریم، باور بکنیم، اون وقت ترس دیگه‌ای که این رژیم القا میکنه یعنی نبود بدیل، اون ترس هم برداشته میشه. بدیل هست، بدیل خود ما مردم هستیم. اونی که اومد تو قلمرو این نظام، قلمرو این رژیم، در نماز جمعه پشتشو کرد به قدرت و گفت پشت به قدرت، روی به ملت، بدیل اونه. بدیل اون کسی نیستش که میخواد استمرار پیدا بکنه این رژیم، این نظام. هر کسی رو که شما میبینید که در شعار حفظ نظام از اوجب واجبات هست هم صدا میشه با آقای خامنه‌ای، بدونید که اون از جنس این نظامه و اگر که حقوق بگیر این نظام نباشه در خط و ربط این نظام و این قدرت هستش و اگر که او بیاد سر کار وضع از بد به بدتر خواهد رسید. در نتیجه به اونی روی کرد باید داشت که میگوید پشت به قدرت، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های داخلی و روی به ملت. ما میتوانیم، ما خود بدیل قدرت و زور هستیم. سناریوهای مختلف
حداقل چهار نوع میشه راجبش صحبت کرد. یکی اینه که آقای ترامپ بالاخره با همکاری آقای نتانیاهو و هر کسی دیگه ای به کشور ما واقعا قشون کشی بکنن. خب اونو بعضیا هم عریضه نوشتن به کاخ سفید، یکی رفتش توی سنا صف هم کشیدن، خانم مریم رجوی از اون ور، آقای رضای پهلوی از اون ور، میرن پیش آقای مکین و به اون امامزاده دخیل بستن. خب مردمی هم متاسفانه از روی استحصال، از روی ترس، از روی عدم باور به خود، عدم اعتماد به نفس فردی، عدم اعتماد به نفس ملی، میگن خب حالا اینا برن به توسط هر کسی باشه اشکالی نداره. ولی من عرض میکنم به این مردم که و به اون کسی که میره در کاخ سفید دخیل میبنده، تو که چراغ نبینی با چراغ چه بینی؟ ببینید که در عراق چه اتفاق افتاد، ببینید که در افغانستان چه اتفاق افتاد. دموکراسی رو، مردم سالاری رو یه شیء نیست که یک کسی از خارج بیاره وارد بکنه به کشور ما تزریق بکنه. یک فرهنگه، فرهنگی است که من، شما، همه ما باید داشته باشیم و بپذیریم که هر روز میشه مردم و باید مردم سالارتر شد و این میشه بدیر بایسته این نظام. این یه سناریو قشونکشی قدرت خارجی. اینی که از داخل این رژیم یه گورباچوفی پیش بیاد، اونم خب ممکنه از به طور کلی از هم بپاشه، یا اینکه نه ادامه پیدا بکنه، شورای رهبری بشه، آقای عرض کنم که رهبر به قول خودشون آقای مجتبی خامنه‌ای تمام امکانات مغزشویی و تخریب امنیتی خودشون رو به کار بردن که کسانی که ممکنه جانشین آقای رهبر باشن رو امکاناتش از بین بردن. آقای رئیسی رو توی این انتخابات اینجوری خرابش کردن و علم الهدا رو همینجور. عرض کنم که آقای لاجوردی و خانوادش رو با پروبال دادن به، عرض کنم که احمدی نژاد در لاریجانی معذرت میخوام، در زمان احمدی نژاد و بعد از اون، اونا اصلا دیگه بی‌آبرو شدن. مثلا گفتن که آقای خاتمی یا آقای روحانی بشه رهبر، آقای موسوی هم بشه رئیس جمهور. اینم میشه روی با قدرت، پشت به مردم، عکسش بدین ماست. خب در این گزینه‌ها ببینید هر کدوم از اینها، اون چهارمی اینه که ما خود مردم انان امور سرنوشت خودمون رو، ساختن سرنوشت خودمون رو در دست بگیریم. همه این سناریوها نتیجهش میتونه به نفع و با در احقاق حقوق ما مردم باشه، اگر که ما در صحنه بمونیم، اگر که افکار عمومی مردم بر هم در بیامیزند، با منطقه در بیامیزند، با اروپا، حتی با مردم اسرائیل، حتی با مردم امریکا در بیامیزند. اونها جرأت نمی کنن، قدرت ها در اون کشورها جرأت نمی کنن قشون کشی کنن به کشور ما. در نتیجه به خود بیاییم، خود را بدیل بدانیم، در صحنه ساختن سرنوشت خوب و خوبتری باقی بمانیم. سپاسگزارم. آقای دکتر مصطفی گرامی، در 3-4 دقیقه وقت داریم، شما 3 دقیقه از وقت رو داشته باشین که بتوانید شما هم به این موضوع سناریوهای فروپاشی و نقش مردم و خشونت اشاره کنید. من بر این نظر هستم که مسئله هسته ایران و اصولاً کلیه مسائل اساسی ایران در نظام دیکتاتوری راه حل پیدا نمیتواند بکند و این هزینه ها هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد، هر نوع نظام دیکتاتوری که میخواد باشه. متاسفانه برخی دارن از دوران طلایی دیکتاتورها صحبت میکنند. تاریخ رو نمیتوان تحریف کرد. دیکتاتور نمیتواند دوران طلایی داشته باشه، چه دیکتاتور با نعلین باشه، چه دیکتاتور با چکمه باشه. الان یک حالتی در ایران به وجود آوردن، تبلیغات شدید، که من حتی دیدم میگن ایران به گاندی احتیاج نداره، ایران به یک قدرتمند احتیاج داره. این فکر واقعا بسیار غیر انسانی، این فکر که میشه مسائل ایران رو با زور حل کرد، حالا زورش آخوندی نباشه، یک نوع دیگه باشه، این رو یک بار برای همیشه ما باید در تاریخ ایران بهش پایان بدیم. دموکراسی، دموکراسی و دموکراسی. هیچ چیز کمتر از
قوانین دموکراتیک، جامعه دموکراتیک، حقوق شهروندی، حقوق ملی خودمون نخواهیم. مسئله اساسی این است که آلترناتیو همینطور که گفته شد از طرف آقای دکتر صدارت ما هستیم یا ما باید تماشاگر باشیم. فقط این هشدار، اگر تماشاگر باقی بمانیم همه چیز ممکنه برای این کشوری که چند هزار سال تاریخ داره پیش بیاد. هر کس باید در این لحظه به مسئولیت‌های خودش عمل کنه. سپاسگزارم آقای دکتر مصطفوی گرامی. من فقط پیش از اینکه برنامه به پایان بره به نکته‌ای اشاره کنم که در این چند روز گذشته مورد مطرح بوده و این است که کنگره آمریکا این بار یک تحریم جدید به مسئله حقوق بشر در ایران رو پیوند زده و به نظر میرسه که نکته‌ای که در آغاز برنامه می‌خواستم اشاره بکنم این است که ممکن است آقای دکتر مصطفوی و جناب صدارت مسئله حقوق بشر به همین قضیه تغییر و یا تکمیل و یا تمدید و یا ترمیم برجام بتونه اضافه بشه. هر کدوم 30 ثانیه و جنبندی. اگر بفرمایید آقای دکتر. بفرمایید دکتر. عذر میخوام. اگر آمریکا مسئلهش واقعا حقوق بشر بود، این رو باید از اسرائیل و عربستان هم تقاضا میکرد. از دید من اینها هیچ باوری برای به حقوق بشر برای کشورهای ما ندارن. تنها باورشون این است که شکلی بتوانند از اونجا سود ببرن، استفاده بکنن و به خاطر این اون چیزی که اونها منافع ملی کشورشون میدونن براشون مهمترین چیز هستش. ما گول این حرفها رو نخوریم. ما خود مسئله حقوق بشر در ایران رو خودمون باید حل کنیم و نه اجازه بدیم که دیگران که در کشورهایی با هم دوست هستن مثل عربستان و اسرائیل که بسیاری از قوانین حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه و اینها چشم میبندن، باور به این حرفا نداشته باشه. سپاسگزارم. آقای دکتر شما هم یه جنبندی در تایید فرمایش آقای دکتر مصطفوی و در احقاق حقوق بشر، وسیله‌ای که در اختیار ما هست و هموطنان شیرزنان واقعا دلیل ایرانی به خوبی از اون استفاده کردن، رسانه‌هایی است که به طور آزاد، به طور مجانی در اختیار تقریبا همه هست. اون قلدور گردن کلفتی که میاد به یک خانومی بی احترامی میکنه در مورد حجابش و اون فیلمشو میگیره و اون آقا تا میبینه که دوربین دست خانوم در میره، این یک اسلحه است. اونایی که میخوان احقاق حقوق بشه در دست همه ماها، ما هستیم که میتوانیم به احقاق حقوق بشر همه بشرها بپردازیم. یک سافری هست به عنوان به اسم فایر چت که هیچ فیلتر بردار نیست، احتیاجی به خط تلفن و اینترنت هم نداره و همه میتونین از اون استفاده بکنید برای شبکه بندی های اجتماعی. فایر چت که اونو پیشنهاد میکنم به هموطنان داخل ایران برای احقاق حقوق خودمون. سپاسگزارم آقای دکتر. خب به پایان برنامه میرسیم. اجازه بدین که از آقای دکتر مصطفوی و آقای دکتر صدارت که هر دو امروز در مهمان برنامه بودن، همراه با شما بینندگان گرامی خداحافظی کنم. برای مردم ایران آرزوی آزادی و برای مردم جهان آرزوی صلح دارم. روز و روزگارتون خوش.